مشهور فرانسه است. آرمان که آبشور ترنم هندی از دوش و توش است و جز به تغییر از آنچه هست به آنچه باید باشد. زنان برابری رو به معنای نیروی تغییر در ساختار سیاسی تجربه می‌کنند. اون هم در میدان رزم و پایداری برای تغییر دیکتاتوری‌هایی به خدمت چندین دهه در خاورمیانه و هم به خصوص در ایران با مهیب‌ترین نیروی ارتجاعی تاریخ معاصر. و این است آن پدیده شگرف قرن 21 که باید به نام روز زن بزرگش داشت و زنداران تبریک و تهنیت انگیزش استمرار آن است. مشارکت در رهبری سیاسی جامعه، حرف نو، واقعیت کتمان ناشدنی دوران و همه آنچه میتواند و باید باشد است، به شرط حضور در همین نمرد. این تقدیری است که زنان باید برای خودشون رقم بزنند. اما اولویه این شخص در آزادی زنان و به تبع اون تضمین دموکراسی در جوامع انسانی کجاست؟ موانع زنان برای این حضور چه کسانی هستند و چه باید کرد؟ بنیادگرایی، زناشناسی، خشونت، برابری، آزادی، دموکراسی و حقوق. هزار زن پیشدار اشرف رهبری زنان. اکنون جنبش برابری چه هدفی را دنبال کند؟ آیا کارزارهای کنونی برای حق اشتغال و یا علیه خشونت سخت خواسته های این جنبش ها؟ برای پاسخ دادن به این سوالات باید ابتدا نگاهی داشته باشیم به چالش اصلی در جهان کنونی و عامل اصلی در تهدید جدی حقوق انسانی و به طور مشخص حقوق زنان در آرایش سیاسی جهان دوران خودمون.